که شورت یارون رو میکشه پایین و یه کارای انجام میده باش. گردنشو قشنگ اروتخ بالا پایین میپره، میترکونه مرده رو. صورت واقعی یه جن و کامل بهتون نشون میدم. قراره با دیدن این ویدیو رو سرتون شاخ در بیارید. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و خوش اومدید به یه ویدیو ترسناک بد فریکیه دیگه. همونجور که میدونید یک شنبهی که گذشت یه دونه لایف گذاشتم، فوق‌العاده لایف جنجالی بود، واقعا فیلمای خفنی گذاشته بودم توش و متاسفانه نیم ساعت بعد از اینکه لایف تموم شد به کل پاکش کرد، به خاطر ویدیوهایی که گذاشته بودم، به خاطر حرفایی که زده بودم ممنوعه بود و در جا پاکش کرد. من اصلا نرسیدم حتی سیوش کنم که بخوام توی اینستاگرام یا تلگرام براتون بذارم. اگه کسی سیوش داره که حتما برام بفرسته که بذارم توی تلگرام بقیه هم ببینن. ولی از دفعه های بعد من همیشه سعی میکنم لایوام اینجوری جنجالی باشه و به یه سری موضوعات خفن برسیم. دفعه دیگه توی اینستاگرام استوری میکنم، اینستاگرام من جفتش این بالا میاد، حتما فالو داشته باشید، حتما توی لایو باشید. بعدش امکان داره پاکش بکنه، نمیشه تشخیص داد که بعدش چه اتفاقی میفته و ساعت دقیقش رو میذارم توی استوری اینستاگرام. خب دیگه بگذاریم، امروز براتون چند تا ویدیوی فوق العاده خفن آماده کردم که از سبک میریم سراغ سنگین تریناش. فقط قبلش یادتون نره اگه تازه هستید توی کانال، به ویدیوهای ترسناک علاقه دارید، جای درستی اومدی. اون پایین دکمه قرمز سابسکرایب رو بزن. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، لایک های شما بزرگترین حمایته. همین الان که دارید ویدیو رو میبینید اون لایک پایین رو بزنید. خب دیگه بیشتر از این حرفی نیست، خیلی ملو بریم سراغ ویدیوهای ترسناک جلو. رفقا، خانم‌ها، آقایون، ویدیو شماره یک از سبک شروع کردم. ویدیو شماره یک یه بچه است. این ویدیوهایی که امروز براتون گذاشتم همش از این جدیدایه، همش جدیده. این بچه دوربین کودک بالا سرشه، بیبی کامرا بالا سرشه، انگار داره یه چیزی رو می‌بینه، انگار داره با یه چیزی حال می‌کنه، با یه خرزوخانی اونور داره عشق می‌کنه. هی دوربین شروع می‌کنه به تکون خوردن‌های شدید، گلیچ می‌ندازه دوربین، هی انگار یه ضربه‌ای بهش وارد میشه. نگاه کنید، مطمئنن این بچه داره اونور یا یه جن رو میبینه. احساس میکنم به غیر از اجنه هزاران موجود دیگه وجود دارن. صداشو گوش بدید، صدای اینجوریه. دوربینه دیدی تکون خورد؟ بچه زوغ میکنه با کارش. من همیشه گفتم بچه رو تنها نخوابونید خواهشم، یه مقدار بزرگتر شد اتاقش رو جدا کنید، ولی وقتی اینقدر نوزاده آدم باید تو بغلش بگیره عشق کنه با اون بچه. ویدیو شماره دو. توی ویدیو شماره دو تا کلیپ براتون آماده کردم از یه سری کریچر که توی جنگل ویدیوشونو کامل کسی گرفته توی جنگل گرفته. ببینید چقدر این ویدیو واقعی و وحشتناکه. طرف اولی رفته توی جنگل، یه صدایی شنیده، داره میره سمت صدا، که یهو توی یه غار همچین چیزی میبینه. بسم الله. بس اینایی که توی جنگلن، حیوانایی که حمله میکنن یه وقت رد میشن، اینجوریان، مدل کریچرن، یه پوست لخت و کبود و به سیاهی میزنن. قیافشو ببینید، قشنگ داره اینجوری این چیز داره نگاه میکنه، این بختک داره نگاه میکنه. ویدیو دوم دقیقاً یک کریچر دیگه توی جنگله. توی این جنگلا خیلی زیادن، بیشترشون زیر زمین زندگی میکنن، خیلی هاش توش اینجور موجودات بوده، واقعا نمیشه ردشون کرد. اینجا رو نمیبینی، اینا هم دقیقا توی چاهه. اون یه تاریخ دیگه بود، این یه تاریخ دیگه، ولی چقدر شبیه همه. کرده
گردنشو. انگار مثلا یه پیرمرد 100 ساله است تبدیل مثلا چجوری بگم این اسمیگل توی ارباب حلقه ها. من حالا 100 بار بگم این فیلم ها یه داستانی داره که ساختن. ویدیو شماره 3، اصلی ترین ویدیوی امروز شماره 5. نزنی جلو، ببین کار دارم. ویدیو شماره 3 داستان از این قراره. یه موزه است که میگن طبقه بالاش یه زنی به نام مری، که با اکسنت بریتیش گفتم مری، خودکشی کرده اونجا و این زنه میگن روحش تو اینجا سرگردونه. دو تا از این نگهبانای اونجا میرن و ببینید چی ضبط کردن مری رو، ببینید چی جوری ضبط کردن. Mary yeah. So that's me. Mean you no harm. بعد این اتاق بالای شیروانی کلن جدا از موزه است، درشو بستن نمیزن کسی بره. We know you're in there. میگه ما میدونیم تو اون. We've seen you. اتاق کوچیکی ها، حالا میبینید. نگاه کنید اینجا رو با دقت. سایه مری خانوم اینجا رد، زنه بغلش سکته رو داره میزنه. نفس ها رو ببینید، به نفس ترس در اون. مری خوباره صداش میکنه، میگه هنوز اونجایی مری؟ میتونی بیای بیرون؟ آره بیاد بیرون. خب خراب میکنی خودتو. دوباره سایش رد میشه، دوباره سایش رد میشه این مری خانوم. این بند خدا طبقه بالا خودکشی کرده بوده. حالا یه سری بهش میگن که آقا جون این ساختگیه، چرا نرفتی تو اتاق؟ پاشو برو تو اتاق، این راهشه. این که با فلش نشون داد راهشه، پاشو برو تو اتاق. حالا اینا این کارو نمیکنن، میگه آقا ما ترسیدیم، کپ کردیم، ما تو اتاق نمیریم. یکی دیگه بلند میشه میاد، میره داخل اتاقو بریز. ناگهان در اتاق بسته است، فلش هم زدن آقا تو این اتاق نرید. این این صحبت ها سرش نمیشه و میره. اتاق یه اتاق خیلی کوچیکه. واو. یکی از فریزینگ کولد این دیس روم. یکی از نشانه های اصلی اتاق یا خونه ای که تسخیر شده اینه که اون خونه رو به هیچ عنوان شما نمیتونی گرم کنی. همیشه هوای اون خونه سرده و بوی گندی از اونجا میاد. توی فیلمایی هم که ساخته شده بر اساس واقعیت دقیقا به این موضوع اشاره کرده، جاهایی که تسخیر شده و شیطانی شده همیشه دماش پایینه و سرده. اینجا هم دقیقا عین فریزر میمونه اون تو. اینم از مری خانم. ویدیو شماره 4 رفقا، ویدیو شماره 4 یکی دوتا ویدیو نیست، ویدیوهای کوچیک کوچیکه. فکر کنم 6 7 تا ویدیوهای کوچیکه که براتون دونه دونه میذارم. ببین اینجا توی خیابون یه چیزی دیدن، همه دارن فیلم میگیرن، هواپیمایی که توی آسمون کپ کرده. کسایی که کانال دنبال میکنن تا حالا بالای 4-5 اینجور ویدیو من گذاشتم، یا کبوتر بوده یا یه جسمی رو هوا یه کپ کرده، تکون نمیخوره رو هوا. این احساس میکنم که دوتا بود با هم قاطی شدن، یه جا گیر افتاده، این از یه بود دیگه زمانی اومده. این هواپیمای تبلیغاتیه.
گیر کرد رو آسمون. همونجور که دیدید نفر جلویی هم داشت فیلم میگرفت. توی این ویدیو طرف داره لایو میگیره، ببینید صورت واقعی یه جن رو کامل بهتون نشون میدم. ببینید چقدر وحشتناکه. داره لایو میگیره، اصلا توی نخا نیست. یهو در باز میشه برای خودش. دراره کی باز میکنه؟ مسخره آقا بقال. کی باز میکنه؟ ایشون باز میکنه دره رو. دهنشو ببینید، یه دهن گشاد بزرگ، چشای سیاه، داره به دوربین نگاه میکنه. این ویدیو، اینجور ویدیوها به واقعیت نزدیکترن. ایشون جن دری بود با شکل و شمایل. دیگه تصویرش هم بهتون نشون دادم، جن دری بود. توی این ویدیو هممون شنیدیم که آدمیزاد که میمیره همون لحظه توی مثلا حالت تصادف هرچی میمیره، همون لحظه بلند میشه به خودش نگاه میکنه. اینم دقیقا همینه. توی صحنه تصادف یکی مرده، اینا اومدن جمع شدن، روح اون آدم مرده ولی اونجاست. نگاه کنید، دور و برم بستن، آدم عادی نمیتونه وارد بشه. این مرده دیدید با لیرت شد، یه حالت حاله‌ای داشت. این دقیقا کسی بوده که توی ماشین مرده، بعدن هم تشخیص دادن چهرهشو، با همدیگه تطابق دادن، دیدن همونه. داره دور سر مرده خودش میچرخه، میبینه که خدایا من مردم، اینجا تصادف شده، اینا چی میگن این دور و بر؟ آدم عادی نیستا. به آخرش توجه کن، آخرش که میرسه حالت یه روح به میگیره، انگار اونورش معلوم میشه. نیا کنید میبینید انگار روحه، میبینید اونورش اینجا اینجا لحظه آخر. این فلشه موقع ورودشو داره نمیشون، این زرده نیست، این لیه است با کابشن لیه. تو کامنت ها حتما بنویسید به نظر شما، شما به این اعتقاد داری که میمیریم از یه بدن دیگه زنده میشیم، یا اینکه میمیریم میایم بالا سر جسم خودمون و خودمونو میبینیم، خاک کردنمونو میبینیم؟ به کدومش اعتقاد دارید؟ همونو توی کامنت بنویسید. توی این ویدیو گفتم براتون بذارم. بهش گفتن که یکی از این آدم هاست که قدرت ماورایی داره. اینجا یه گاراژه که کامیونا میان، کامیونا نمیتونه رد شه، طرف یه کامیون به این گندگی با دست جابجا میکنه. حالا شاید یه سریتون بگید ماکته، جایی هست که کامیونا اومدن بار خالی کنن برن. همچین آدم گردن کلفتی هم باشه نمیتونه اینو جابجا کنه، هیچکی نمیتونه، 300 تا آدم هم نمیتونن. این یه نفر با دست میگیره اینو میکشه اینور، حتی ماکتش هم سخته یه نفره، این با این تن نحیف و لاغرش. اینجا نظر با شماست، به نظرتون ماکته یا واقعیه؟ چون خیلی از ویدیو هستش که آدمای ماورایی نشون میده. آقا تو آفریقا کلن از این جادوها زیاده. اینم یه مراسمه توی آفریقا، طرف رو هواه، نه نخی بهش وصله نه چیزی، اون آسمونه. تکنولوژی هم ندارن این آفریقایی ها، معمولا از این محلیان که به جادو و جنبل اعتقاد دارن. داره اون بالا انگار این جادوگر شهر عز بود، چی کار داره میکنه اون بالا؟ داره سکندری میزنه دیگه اون بالا. این یه جادوه رفقا، نخی چیزی بهش وصل نیست به نظر من. جا
چون از آسمون نمیشه یه نخ بهش وصل باشه، یه درختی باید باشه، یه چیزی، برجی کنید کامل، زیرش هم چیزی نیست، دست میکشه کامل رو هوا. این بنده خدا، این ویدیو خیلی وایرال شده بود این هفته، تمام کانالای ترسناک این ویدیو رو گذاشته بودن. شما اونجا حرکات موزون انجام میده، جادو که کلن قدرتش خیلی بالاست، این که به کنار. این ویدیو هم تازه توی اینستاگرام خیلی پخش شده، طرف میگه آقا این درختی که توی حیات ماه به حرفم گوش میده، نگاه کنید، میگه من میتونم باهاش صحبت کنم، هر چی میگم انجام میده. یه درخت، حالا درختا که زنده هستن، این دیگه فوق زنده است. میگه من واقعا میخوام شما اینو ببینید. میگه دستت بذار شونه من. یه درخت، میتونی صدامو بشنوی؟ شولدر منو تاچ کن. شولدر دست بذار رو شونه، دست شو بذار رو شونه. ببینی از اکتش، از رفتارش بیشتر به واقعیت میخوره، دیگه خنگ نیستیم انقدر. اگه صدا رو میشنوی، قشنگ درخت دستش، انگار دستشه، میاره بالا، میزنه به شونه ای. ویدیوی بعدی، دوربین مدار بسته اینو گرفته، این بیچاره یهو یه موجودی بهش حمله میکنه، میکشه میبرتش. فکر کن داری زندگی عادی تو میکنی، همچین اتفاقی برات بیفته، نکنی پا رو میکشه میبره. خب ویدیو شماره 5. خب آقایون خانمای محترم، اگه دارید با خانواده میبینید، خواهشن بزنید شماره 6 رو ببینید، یا اینکه برید یه گوشه تنها ببینید و صداشو کم کنید. و اینکه این ویدیو برای افراد کم سن و سال مناسب نیست، من اولش بگم این ویدیو یه جن به یه انسانه که شورت یارو رو میکشه پایین و یه کارایی انجام میده باش. گفتم بهتون این ویدیو رو مناسب خانواده نیست، از ویدیوی بعد میتونید دوباره با خانواده ببینید، شماره 6. این ویدیو رو بریم با هم ببینیم. من مجبورم یه سری جاهاشو تار کنم، ولی خب کاملشو توی تلگرام میذارم، آیدی تلگرام توی اینستاگرامم استوری میکنم که اینو تو تلگرام میذارم، تو اینستاگرامم حتی نمیشه کاملشو گذاشت بدون تار کردن، اشکال میگیره. دفعه پیش یادتون باشه کانالم داستان شد. بریم با هم ببینیم. اینجا پتو از روش کشیده میشه. این ویدیو یه 2-3 هفته میشه دست منه، هی با خودم کلنجار میفتم بذارم یا نه. اینجا یهو شورتشو میکشه پایین، یهو شورتشو کشید پایین و اینجا شروع میکنه به قشنگ اروتخ بالا پایین میپره، میترکونه مرده رو. یعنی واقعا تو مغز من نمی گنجه. یه دونه قبلا نشون داده بودم، این مدل جدیدشه، واقعا دیگه آدم تو خوابم امنیت نداره. نها کنید اروتخ بلند میشه، اینجاش تاره، شما نمیتونید ببینید، حالا یه سایه این میبینید، نمیتونم بذارم اینو. کاملا بلند میشه بالا پایین میشه، بلند میشه بالا پایین میشه. اون لحظه که شورتشو میکشه پایین، واقعا زبونم قاصر، نمیتونم توضیح بدم، هر جوره میخوام توضیح بدم نمیشه، دیگه نمیدونم واقعا چی بگم، میسپرم به خودتون، حتما تو کامنت ها نظر بدید. این جنه فکر کنم، معذرت بخوام، هم جنس گرا باشه یا یعنی اینکه به مردا علاقه داشته باشه. حالا اینا جنن، روحن، چه موجودی هم میان این کارو میکنن دیگه من نمیدونم.
تمرین کاملش رو میذارم توی تلگرامم. بدون اینکه تار شده باشه. قشنگ ببین، قشنگ داره بیچارش میکنه یارو رو. قشنگ یعنی جیغ و داد داره میکشه، یعنی دردی داره میکشه که اصلا باورتون نمیشه. او بس، کشتی یارو رو، خدا لعنتت کنه. این چیه دیگه؟ خدایا، خدای من، خدای منو ببخش. ویدیو شماره 6 رو فقط یه از این بعد میتونید با خانواده ببینید دوباره. ویدیو شماره 6 ذهن ما رو درگیر نکن، ذهن افکار کثیف رو ببر. یه موجودی، نمیتونم توضیح بدم، یه موجودیه یه موجودیه روی آسمون توی یه منطقه کوهستانیه. این موجود همیشه دیده میشه، آدم ها با قطار اینجا رد میشن، با ماشین رد میشن، با هر چی رد میشن اینو میبیننش وسط زمین و آسمون با لباسه. خیلی ازش فیلم گرفتن، خیلی معروف شده. این فکر کنم گوشیش سامسونگ S22 هه، چه زومی داره. اینا هر کدوم یه ویدیو، این الان یه ویدیو دیگه است، طرف گرفته از یه زاویه دیگه، میبینید رو هواه. اینجا واضح تره، ببینید کاملا یه چیزی رو هوا. اینا هاشش کجا رفت؟ اینا اینه؟ نه اینه، آره همین. این الان خیلی وایرال شده توی یوتیوبرهای خارجی. اسم کوه رو یادم رفت، اسم جایی که این اتفاق افتاده. انگار دقیقا یه جادوگر روی هواست، یا شاید هم از همون موجوداتی باشه مثل هواپیماه که رو هوا گیر کرده. حتما راجع به این موجودات یه تحقیق باید بکنم، ویدیوهای کمی ازشون هست. اینا به ما نشون نمیدن دیگه، چیکار کنیم؟ همش سعی میکنن از ما مخفی کنن، ولی ما زرنگتر از این صحبتهایم گیر میاریم. ویدیو شماره 7. ویدیو شماره 7 یه خونه است که کامل تسخیر شده. نگاه کنیم با هم دیگه، تیکه تیکه ای داره با گربه صحبت میکنه. یهو شیشه مشروب بغلش زرتی میپرده. اینا اولش خنده شوخی میگیرن، روزای بعد اسم این سگه، یه سگ دارم به اسم لونا، روزای بعد هی زنگ خونه رو میزنم پشت سر هم. تا الان چند تا ویدیو اینجوری بهتون نشون دادم که در باز میکنن و کسی نیست. همین اتفاق، همین بلا داره سر این خانواده میاد. در باز میکنه، هیچکی نیست. تصمیم میگیره یه دوربین مدار بسته بذاره توی جلوی در، توی سقف. لونا بیا تو، بیا تو، چیزی گیرت نیمد. هم که درم میاد میمونه دور زنگ میخوره. اینجا انگار یکی رو بیرون میبینه، میاد در رو وا میکنه، میبینه کسی نیست. اینجا یه صدایی اینجوری میاد، انگار میخواد با این ارتباط بگیره. این دوربین است، نشون میده. این قسمتشو من یه ماه پیش گذاشته بودم، همین تک قسمتشو. اینجا دیگه علنم میاد موهای زنه رو میگیره میکشه، زنه برگاش میریزه. اینو کاملشو پیدا کردم الان. خدایا این کی موهای منو کشید؟ این داستان سر شما بیاد چیکار میکنی؟ یکی از پشت یهو موهاتونو بکشه. من باشم، حالا من که موی ندارم، ولی خب من باشم میگم باد بوده، حتما نمیدونم چیزی بوده. سری رد میشم از روش. مثلا اینکه شبا خیلی
سر صدا میاد تو خونه من، من اصلا توجه نمی کنم بشه. خب رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. ویدیو شماره 5 رو توی اینستاگرام استوری میکنم، تلگرامم رو برید اونجا، یه کانال تلگرام که خیلی وقت دارم، برید حتما عضوش بشید. ویدیوهایی که نمیتونم اینجا بذارم خیلیه، اونجا براتون میذارم حتما توی تلگرام. حتما جفت اینستاگرام رو فالو کنید، اینجا آدرسش میاد، اونجا با هم در ارتباط باشید. اگه تازه هستید توی این کانال اون پایین دکمه سابسکرایب بزنید، بریم برای 100 کی شدن. دمتون گرم، یکی یکیتون تو قلب من جا دارید و زنده باد ایران.